نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درسنا دمخه دمارف دوزارت معزز وزير سب دسهات دوزارت معزز موينة سب دخزو د چارو معززه موینه صاحب تما تیر نزدې د نړیوالو کمیټو همکاران او په ټوله کې د مجلس ټولو خویندو ورونو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات خوښ یم چې نن له تاسو سره پی وډی را مهمه غونډه کې چې هغه د نجونو د صحت په تړاو ده برخه اخلم. هزار ګرابي حفظ الصحه از دید اسلام که ما میگیم که نظافت جز ایمان است، ای به این مفهوم است که اگر نظافت خدا نخواستن نداشته باشیم ایمان ما تکمیل نمی باشه. از اینجا معلوم میشه که از همه مهمتر نظافت هست که اگر به دربار خداوند هم استاد می باشیم، اگر خدا نخواسته نظافت انسان نباشه، فکر کنم که تمام عباداتش در بارگاه خداوند قبول نیست. موضوع مهم است، چون اگر دختر از بود ببینیم دختر مادر هست، دختر خواهر هست، دختر اگر بگویم ما از دید خود میگم جامعه هست، با تمام ارزش‌هایی که به دختر راجع میگرده ضرور هم است که باید به صحت از اونها هم توجه بیشتر شود. اگر مادر صحتمند نداشته باشیم، من نمیگم که طفل، من میگم نسل صحتمند نداریم. به همین لحاظ این مشکل وزارت احیا و انکشاف دهات از دو بود می نگره. یک، متاسفانه 40 ساله که ما درگیر جنگ هستیم، همین تأثیراتش هست که امروز نتانستیم به طریقه درست حتی به صحت آینده های خود، نسل آینده خود توجه بیشتری داشته باشیم. ای دو بود، یک متاسفانه تابال نتانستیم که به شکل درستش آگاهی آمره ما در تمام نقاط افغانستان این پروگرام ها را به شکل درستش تطبیق بکنیم، و بود دیگیش متاسفانه ضعف اقتصادی هم رول بارز خود در این بخش داره. و با اردو امی ابعاد با چالش های هم روبرو هستیم. وزارت احیا و انکشاف دهات حفظ الصحه را جز از مسئولیت های خود میدانه و در این بخش مسئولیت داریم، و این وظیفه ما هست که با وزارت محترم معارف، با وزارت محترم صحت دوشادوش از اینا در مقابل از این پدیده مبارزه بکنیم تا بتانیم که این پیام به تمام نقاط افغانستان برسانیم. به همین خاطر جناب وزیر صاحب، وزارت احیا و انکشاف دهات در ساختارهای که به سطح قریه
ایجاد گردیده که ما شوراهای انکشافی اونا را نام میبریم. در ساختار از او ما دو کمیته سب کمیته است که ما ایجاد کردیم. یکی کمیته فرعی معارف است که تمام مسائل معارف به سطح قریه ارتباط به امو شورا میگیره تا بتانیم که به سطح قریه حداقل در بخش معارف نظمی را به ایجاد بیاره. و یک کمیته دیگه که از کمیته صحت هست که کمیته فرعی می باشه که میتونن همکارای صحت ما همراه شوراهای انکشافی از نزدیک کار بکنن و تمام افغانستان، در تمام افغانستان ما 36,000 شورا داریم، ثبت است، راجستر هست. ما گفتیم که جز مسئولیت های ما هست، اما تمام برنامه ها را تمام وزارت های محترمی که ما میبینیم، خصوصا وزارت های سکتوری که در بخش انکشاف هست، برشان در سطح شوراها ما کمیته های فرعی را ایجاد کردیم به می خاطر. وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب پروگرام آبرسانی و حفظ صحی خود از 2016 تا به حال خصوصا حفظ صحی خانما، ما 85,000 خانم را در 100 تا سر افغانستان خصوصا در بخش حفظ صحی ما برایشان ورکشاپ ها را دایر کردیم و پیام ها را مستقیما براشون رساندیم. و این 85,000 خانم بر از اینا تحت امی پروگرام هر خانم 10 الی 15 تا خانم های دیگر به شکل غیر مستقیم پیام های حفظ صحه را برشان رساندن که در مجموع ما گفته میتونیم که تقریبا 1.2 میلیون از طبقه اونا از ما پروگرام های حفظ صحه و پیام های حفظ صحه را برشان رساندیم. و ما امیدوار هستیم که انشالله امی پروگرام به امی شکل دوام پیدا خواهد کرد و انشالله پیش میریم. قابل یادآوری هست چون مسئله حفظ صحه هست، وزارت احیا و انکشاف دهات توانستیم با کمک همکارای بین المللی خود، خصوصا موسسه بین المللی یونیسف که همراه ما در این بخش نهایت همکار هستند و ما مشکورشان هستیم، ما تانستیم 22 ولسوالی را خصوصا رفع جد در فضای باز از این هایی بسازیم که تقریبا 5,000 قریه در این 22 ولسوالی هستند. و حالا الحمدلله در این 22 ولسوالی از دید حفظ صحه اگر بنگریم ما تانستیم که آری از رفع حاجت فضای باز آری بسازیم و کوشش میکنیم که هدف ششم انکشاف پایداره که ما داریم تا 2025 در سر تا سر افغانستان مشکل رفع حاجت در فضای آزاد ما مرفوع بسازیم و دیگه هیچ ولسوالی و قریه نباشن که خدا نخواسته از دید صحت برشان مشکلات ایجاد کرده. همچنان مسئله دوم که بسیار مهم است، مسئله دسترسی به آب صحی هست که وزارت احیا و انکشاف دهات جزی از مسئولیت های خود میدانه و در این بخش هم تا به حال ما تانستیم که بیشتر از 52% به تمام هموطنان عزیز ما که در دهات هستند دسترسیشان را با آب خصوصا آب صحی ایجاد بکنیم و امید داریم که انشالله این ارقام بالا بره و تلاش داریم که بودجه بیشتری و توجه همکارای بین المللی خود در این عرصه جلب بکنیم تا بتانیم که تمام هموطنان عزیز ما، چون دهات که ما میگیم از همه بیشتر اونا متضرر هستند از هر لحاظ و هموطنان ما که باز در شهرها زندگی دارند تا یک حد سهولت هایی که هست برشان دسترسی هست، اما تمرکز بیشتر اونجاست. به امون خاطر چون 70% که ما میگیم که 70% از نفوس افغانستان در دهات است، تلاش ما ای هست که بیشتر از 70% خدمات خود ما به
هموطنان عزیز ما که در دهات است، در هر حرسیشون که است، جز از مسئولیت های خود دانستیم و کوشش میکنیم که گراف بالاتر ببریم و روز بیای بخیر که در دهات ما هیچ نوع مشکلی ایجاد نباشه و تمام مشکلاتشان که است به مرور زمان رفع بگرده. او یو سه چیزوای مقدر دادی چه تلویح کال ما یاد کرد، ناخوالی استدی، صبر بکو، حوصله بکو، بر ترغونه گرانه ده. اگه که تلویح تیاده او ضرب دری که نو یو سلوشل کال حتی اقل منگتا ارتیا ده چه او کولی سو چه کم تر کم دی دوی ده غستنزی تر یو حد پور را کم کو. منگم پخوا که یستو بیا همز ده جناب وزیر صاحب ده معرف او طول همکاران چخید زده لکم منه نکومه چه ده غسی یو محفل جور سوه او منگی را دعوت کرو. منگم پخوا که یستو هر چی چی پخ چنگ که دیستم غک کوی منگ بیا ملکو. و آخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین.